با نام عید خدای بزرگ و مهربان، از سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم جاذبه های دیدنی میهن از اون رو بهتون معرفی میکنیم. اینجا استان گیلان هست، بخش دیلمان و دهستان آسیابر. چند روزه که داریم از این منطقه زیبا براتون میگیم، اما متوجه شدیم که داخل خود آسیابر مشاغل سنتی قدیمی هستش که هم با ارزش هستن و همچنان زنده و پویا، مثل نجاری، آهنگری که جزء مشاغل قدیمی محسوب میشن. شما رو دعوت میکنیم با معرفی این مشاغل. از یک کوچه باغ خیلی قشنگی عبور کردیم تا رسیدیم به کارگاه نجاری اوستا یوسف که مشغول به نجاری بودند و گفتیم بیام تو این جای باصفا جلو کارگاهش بشینیم و باهاش آشنا بشیم. خوبه اوستا یوسف؟ شکرم. خوبانه. سلامتی؟ سلامت بمون. خسته نباشی. خوبانه. چند ساله که نجاری؟ تقریبا 50 خورده. 50 سال؟ چند سالتون هست؟ من 7 سال. خدا عمر با عزت بهت بده. پدرت هم نجار بوده؟ اونا نجار جنگل بودن. یعنی چی؟ الوار میگرفتن. آه، درخت های جنگل رو قطع میکردن؟ آره. کار بدیه که؟ مهندسین کار کردن. آها. کار مهندسین بود. درست. الان هم هست. الان هم هست؟ اه. کار مهندسی روش انجام میشه، یعنی اینکه آره برای پیماکار کار میکردم. شما نجار چی هستین؟ ما نجار خونگی. چیکار در و پنجره و خب از اینا صندوق و خب اصلا اینا خونه سقف خونه هم دیدم چوبیه، اونم نجاری آره. میخواد آره. همین چوبی که الان دست منه دیگه رو سقفه. همین چوبه آره. درسته؟ بله. گفتن یه میخ هم نداره. میخ هم داره، بی میخ که نمیشه. بار پشت بام میخ نمیخواد. خب پایینش میخ میخواد، سربندی میخ میخواد. آهان، تخته ها رو اینطوری میخ میزنید، بعد این چوبا رو هم میچینید و سنگ میزنید. بالا رو درست میکنید. بعد شما گره چینی هم دارین؟ نه. گره چینی که نه. در شما همونطور در رو ساخته درست میکنید. سخته یا راحت نجاری؟ اگر جاهل باشی خوبه، اگر پیرمرد باشی سخت. جوان میطلبه باشی. الان هم هنوز نجاری میکنین شما؟ نه دیگه. چند تا نجار توی آسیابر هست؟ خیلی بودن ولی اونا رفتن. الان چند تا هست؟ الان تقریبا الان نجاری تقریبا اون موقع نجاری مهمتر بود، سخت بود، ولی الان نوفان و از اینا راحته. 3-4 تا هستن. 3-4 تا. آره. داس هم درست میکنین دیگه؟ داس. داس؟ آره، همونا که باش علف میچینن، گندم میچینن. اونا رو ما گرفتیم برای همین باغ و پلو. برای باغ خودت گرفتی؟ یعنی خودت دستاشو درست نمیکنی؟ دسته نمیکنی؟ دسته میزنم، نداره کاری. نه، اون که کار آهنگریه. آره. خود دسته چیزش، تیغش آهنگریه. آره. دسته کردنش کار شماست. آره. درآمدش چی؟ خوبه؟ کشاورزیه. نه، درآمد نجاری رو میگم. اول خوب بود، حالا یک کم ضعیف‌تر. خلاصه باید این که نو بگم بهتون، مشاغل قدیمی و سنتی رو باید حفظ کرد. افرادی مثل اوستا یوسف،
و بقیه‌ای که دارن با این سن و سال هنوز کار و تلاش میکنن، هنوز این حرفه ها رو زنده نگه داشتن، باید قدرشون رو دونست. مشاغل سنتی و قدیمی مثل گنجینه هایی میمونن که به ما معرفی میکنن هنر مردمان این مرز و بوم. و ما الان به هر جایی که سفر میکنیم و متوجه میشیم که افرادی که هستن و این سنت ها رو حفظ میکنن باهاشون میشینیم صحبت میکنیم مصاحبه میکنیم و شما رو هم آشنا میکنیم. میریم به سمت آهنگری، با آهنگری هم آشنا میشیم و بعد بقیه جاذبه های دیدنی آسیابه رو براتون معرفی میکنیم. همسفر ما باشیم. بیاجی قربان شما، خسته نباشی. قربان شما، دست شما در نکنه. من فکر میکردم الان بیام داخل، اینجا خیلی گرمه. بله. ولی خنکه. اینجا آب ریختم. آب ریختی؟ صبح آب. دیوارم کاهگله. بله کاهگله. اون درم باز بود، قشنگ باد میومد. بله. خنک بود. بله قشنگ خنک میشه. آره من گفتم حالا میرم آهنگری، به هر حال کوره و آتیش و اینا گرمه. بله اگر بکنم گرم میشه دیگه. اینجا اگر بکنم گرم میشه. چند تا آهنگر توی دهستان آسیابر هست؟ که 50 سال. نه چند تا مثل شما هستن؟ چند من؟ نه نه چند تا آهنگر اینجا؟ چند همه یکی مال هم، برادر همه مردم. فقط خوده؟ خود این تنها هستم، بچه ها رفتم برای شهر. خب بچه آهنگری نمی کنن؟ نه، هر کاری کدم یک درست کنم گفتم کار ما نیست، خبریم شهر. بله. چند سال آهنگری؟ نزدیک 50 سال. 50 سال؟ بله. حالا چند سالت هست؟ سن من 87. 87. خدا عمر با عزت بهت بده. قربان شما، دست شما در نکنه. کارت هم سخته ها. کار ما خیلی سخته. بله کار ما سخته، خیلی سخته. خواهد چیا درست میکنی با آهن؟ با آهن دار درست میکنم، نعلی میخ درست میکنم برای قاطر. خب اون قدیما دم داشتیم. بله دم داشتیم، دم داشتیم. بله چرمی داشتیم. آره. اون دیگه مغب شد، برقی گذاشتیم. آه. دم نداری الان تو مغازه؟ نه مغازه رفته گذاشتم، براده برم مرده بردم رش گذاشتم، موزه گذاشتم. موزه؟ بله خونده دستگاه درست کردم. آره اونو برده موزه گذاشته. بله اونجا گذاشتم رشت. خیلی هم خوبه. بله آره اینجور به هر حال شغل ها که قدیمی هستن و قدمت دارن و سالیان سال از عمرشون میگذره و سایلشون الان تنها به درد موزه ها میخوره تا آیندگان آشنا بشن با این وسایلی که در زمان قدیم باش کار میکردن.
اون فلکه چی بود باز و بسته میکردی؟ بله اون فلکه رو که باز و بسته این فلکه رو همینو باز میکردم. آه این چیه؟ این فلکه دیگه دم برقی. خب چی کار میکنه اون؟ این روشن میکنم این کمی زیاد میشه دیگه که باد کمتر بله، بیاد. بله این اینطوری بادو تنظیم میکنی؟ بله تنظیم میکنه. بله چه جالب. من دیدم آخه من تعجبم کردم آبی نیست، نه، نفتی نه. نیست، گازی نیست. این اینطوری روشن میشه. اینطوری زیاد میشه، اینطوری کم میشه. حواسی آیم خیلی سرخ میشه کم میکنم، حواسی اضافه کم میشه درست اینطوری درست. خاموشش کن الان. سوخت کورت با چیه؟ بله سوخت کوره گل دیگه. نه سوختش، آتیشش از چی درست میشه؟ با زغال، با یه آهن. آها گازی چیزی بهش وصل نیست؟ بله گاز نداره؟ نه گاز نداره هیچ. زغال سنگو ریختی؟ بله نفتم ریختی؟ بله. روشن کردی؟ بله. روشن میشه دیگه خود بله. این تا خاموش میشه زغال سنگ خاموش میشه. هنوزم کار داری؟ هنوزم کار برمیشه؟ چرا کار کم داری؟ خرج من در میاد الحمدلله. الان اینو تیز کردی، درست کردی، دسته کردی، چقدر در اومد؟ چند شد؟ 20 تومن. 20 هزار تومن. این الان اولاد درست میکنم 20 تومن با من میده. خیلی کمه که. اینجا میده. چند ساعت کار میبره؟ یک ساعت، نیم ساعت. آها نیم ساعت. بله. راضی هستی؟ بله راضی هستم قربان. علی راضی از کار من راضی هستم. نون حلال میبری؟ بله نون حلال. با من میگه نماز من میخونم، شبانه رو میخونم، میشوره. کارو شروع بله. میکنی. الان روزه دارم قبیدم، الان بیبنده منو میخونه. قبول باشه، قبول باشه. به هر حال خیر، به هر حال ایشون روزه دار بودن به خاطر اینکه حالا گروه همسفر اومده اینجا برنامه رو تهیه بکنه. ما هم بهشون گفتیم آهنگری رو میخواییم به بینندگان معرفی کنیم، لطف کردن، قبول کردن با روی باز، با خوش روی قبول کردن و ما رو دعوت کردن به مغازهشون. اومدیم اینجا و تمام مراحل با صبر تمام انجام دادن. خیلی واقعا دستتون درد نکنه، با صبر کامل بهش گفتیم هر کاری رو انجام داد، چون به هر حال برای گرفتن تصویر مراحل خاص خودش رو میطلبید و با روی باز الانم نشستن با ما گفتگو کردن. خواستیم در این قسمت با حرفه قدیمی دهستان آسیابر شما رو معرفی کنیم در بخش لیلمان و حاج آقای رمضانی عزیز که این حرفه رو به ما معرفی کردن. همراه هم سفر ما باشید. بعد از معرفی صنایع دستی ارزشمند منطقه آسیابر یا دهستان آسیابر یه فاصله 7-8 کیلومتری میگیریم، میرسیم به یه روستای دیگه به نام سیاه کاربن. این روستا هم یکی از روستاهای بسیار زیبا و دیدنی هستش و آقای دهبان. هم فکر کنم گفتین دهقان. نه دهبان. دهبان به چه معنیه؟ نگه نگهبان. آره میشه ده و آره. نگهبانی ده. میکنه آره. دیگه درسته؟ بله مثل دژبان. بله آره درسته؟ فکر کنم روستا اهالی اکثرا دهبان باشن، چون چند نفر دیگه هم دو طایفه هستن، یه طایفه باباپوره، یه طایفه دهبان. آها این دو طایفه اکثریتشون محل ده. درسته. بعد اینجا الان دقیقا کجاست؟ ما توضیح دمونده این الان اینجا روستای سیاه کاربن. خب به چه معنای سیاه کاربن؟ سیاه کاربن به معنای حالا اون قدیما اسم گذاشتن میگن سیاه کاربن. حالا دقیقاً که قدیمی ها حالا سعی میکنیم از بخشداری دهیاری کسی بپرسیم که شاید بلد باشه. اما اینجا کوچه باغ روستای
سیاه کاربن هست. بله. من یادم رفته بخشه. بله. چه میوه هایی دارین؟ من نشناختم این درخت رو اصلا. میوه های جنگلیه. حالا اینا میوه های جنگلیه. خب اینجا که جنگل جنگل نیست که. حالا این درخت های که بیری جنگلیه. میوه های که خوردنی میوه خوردنی پایین تر است. اینا میوه میده؟ اینا میده. اینا مثلا گردو داریم. اینجا حالا گردو داریم. گردو. نه همین درختو میوه نمیده. چرا الان این میوه میده؟ چیه میوه مثلا به اسم محل میگیم، ما میگیم یارخ. یارخ. یارو آره. محلی میگن یارخ. شبیه چه میوه میه؟ شبیه تقریبا گیلاس میره سنگله یا آلبالو کوچیکه. آره. مثل اندازه آلبالو میمونه. مزهش هم همونطوریه؟ نه ترشه؟ آره ترش. ترش مثل آلبالو. بله. آره. خیلی هم خوبه. شما ما رو آوردی اینجا که ما بریم پیش کی؟ پیش بریم که زنبور. زنبور داری؟ آره زنبور داری. آره. معرفی. شما صنایع دستی رو معرفی کردیم به بینندگانمون، گفتیم که کندوی عسل هم از نجاری میاد بیرون، یعنی نجارها اون کندو رو درست میکنن، اما به ما گفتن اینجا زنبور وحشی هم هست، زنبوری که روی درخته. بله. درسته؟ ما آقا هر جا رفتیم زنبورداری گفتیم زنبورداری هم معمولا روی زمین بوده، یعنی صندوقیا. بله. حالا میخوایم بریم زنبورداری دیگر رو معرفی بکنیم، نوعی که روی درخت است. خودش طبیعی روی درخته؟ احتمالاً اومده تو درخت دیگه. دقیقاً اونو من ندیدم. خودتونم ندیدید؟ من ندیدم. نه. یعنی با هم دیگه میریم اونجا میبینیم که چون که توی آسیابر به ما گفتن زنبورداری اینجا با زنبورداری یه جای دیگه کمی متفاوته. فهم. هم زمینی دارن هم درختی. من ندیدم، این آقام ندیدن، فقط ما راهنمایی کردن تا اینجا آوردن، یه مسیر رو میریم برسیم به اصل مطلب. بفرمایید. آقا بفرمایید. قبل از هر چیز خودمو مجهز بکنم، کلاه نمیتونستم سر کنم، وای بیرون دود کردم اومدم داخل. از اونجایی که تجربه زنبورداری زیاد دیدیم تو برنامه همسفر تو شهرهای مختلف، اینجا گفتن زنبورداری قدیمی هم داریم، منتها آقا گفتن امسال زنبورای درختمون از بین رفتن. خودشون هم اینجا وایستادن. سلام. بنده سلام. آقای مهندس چطور هستی؟ قربان شما. خوبی؟ خیلی ممنون. قربان. سلامتی؟ سلامت باشه مهندس. نیش نخوریم آجی؟ نه نمیخورم، من اینجا هستم نیش نمیزنم. مطمئن؟ آره تا زمانی هستم. این چی دیگه؟ این کندو، کندوهای قدیمی مال زمان پدر من، از اون زمان این کندوها رو ما داشتیم برای زنبور عسل استفاده می‌کردیم. یعنی زنبور داخل این الان؟ الان داخله. بله. چجوری درش رو باز می‌کنی؟ درش هم از اینجا باز می‌کنیم. آها آره. خب باز کنین یه لحظه درش رو. بعدن زمان پدر من یه نه در بیشتر از این باز نمیشه؟ چرا باز میشه؟ چه جاله. داخل شونه هست همینطور؟ همونطور. آره عسل میزنه تا آخر. آها. آره شونه میزنه تا آخر. خیلی هم خوبه. بله. پدرتون هم پس زنبوردار بودن؟ پدر من زنبوردار اصیل اینجا بود. آها. چند سال پیش؟ تقریبا 150 سال. پدر شما 150 سال پیش، یعنی 130 سال پدر من فقط عمر کرد. چند سال پیش فوت کردن؟ حداقل الان 20 سال میشه. 20 سال 25 سال فوت کرد. 25 سال فوت کرد. بله. خدا رحمتشون. خدا اموات شما. شما چند سالتونه؟ من الان 67 سال الان اصل من دارم. خدا عمرو به عزت بده. سلامت قربانت. از ابتدا هم زنبوردار بودین؟ آره از زمان پدر من زنبوردار بودم. بعدن یه مریضی آوردن داخل ایران کردن، زنبورای بومی را بیشترش از من بردن، منتها ما چون تجربه زره زنبورداری داشتیم یه تعداد از اون زنبورای قدیمی رو من نگه داشتم که بر همه میدونن، الان همسایه‌های من همه میدونن. یعنی نژاد زنبوری که الان داریم مال 150 سال پیشه؟ مال 150 سال پیشه. و الان هنوز داریم؟ الان هست. اگر شما اجازه بدین من ملکه رو به شما نشان بدم. نشون بدیم ببینیم حاج آقا. یعنی ملکه 150 سال پیش الان داریم میبینیم، البته نه اون ملکه رو، نژاد اون موقع رو. نژادش. آره. بعد کجا کوچ میکنین شما حاج آقا؟ ما کوچ نمیکنیم اصلا. اصلا؟ اصلا کوچ نمیکنیم. یعنی زمستون نمیبرین اینا رو؟ اصلا به هیچ جا ما کوچ نمیدیم. زنبور زمستون هم همینجا. برف مگه نمیاد اینجا؟ برف 2 متر برف میاد. خب. ولی زنبورها چون بومی هستن با این آب و هوا اینجا تجربه دارن، با این آب و هوا طبیعت دارن. هر زنبور داری حاج آقا دیدیم گفته کل ایرانو من رفتم. آره میرن. ولی آره. ما کوش نمیدیم. الان اصلا اونا خب سال تابستون هم که گرم نیست اینجا که بگیم گرم بخورن. مهاجرت میدن سالی 2 مرتبه 3 مرتبه اصل میگیریم، ولی ما در عرض سال فقط 10 روز تابستون بره اصل میگیریم. داره میافته ما، مواظب باشیم.
همچون نگه دارم اینو؟ نه زیاده نمیخواد. من میرم کنار شما حرکه رو پیدا کن. آقا از بس ما زنبورداری رو رفتیم معرفی کردیم، الان دیگه یه جورایی خودمون زنبوردار شدیم. راحت میایم اینجا بین زنبورا. به هر حال این دودر دستمون باشه میدونیم در امانیم. و به هر حال زنبورداری تقریبا در همه جا یکیه، ولی چیزی که اینجا متفاوته با شهرهای دیگه و منطقه‌های دیگه اینه که این زنبورا کوچ نمی‌کنن. یعنی این زنبورا تا منطقه همطور ثابت میمونن، حتی اگه برف هم بیاد 2 متر این زنبورا اینجا هستن. تابستون هم که گرم نیست اینجا، کلا اصلا کولر نیست اینجا، هوا خیلی خوبه و نسیم خنک می‌وزه و زنبورا کلا اینجا به خوبی زندگی میکنن. حاج آقا گفتن که زنبور عسلی هم که اینجا تهیه میشه عسل 100% طبیعی هستش، شکر و شهد بهشون نمیدن. موقع برداشت عسل یکی دو تا شونه برای زنبورا میذارن. درست آقا؟ 20 روز تابستون عسل میگیری. 20 روز تابستون بره عسل. فقط 20 روز از تابستون بره عسل میگیری. یعنی تیر ماه. آره سالی یه مرتبه. سالی یه مرتبه. بله. چند تن چند کیلو؟ بستگی داره به کندو. الان اون کندو که 3 تا طبق گذاشتم حداقل 15 کیلو عسل میده. 15 کیلو عسل میده. اینایی که مثلا اینطوری نیم طبق هستن یه طبق هستن احتمال داره مثلا 5 کیلو. کیلو چند عسلتون؟ ما این کیلو 60 تومن فروش ماست. کیلو 60 تومن. آره. قیمت مناسب و خوبی هست. یک بار اونم 20 روز از تابستان که بگذره، یعنی 20 تیر ماه برداشت عسل این منطقه هستش. و یک بار هم برداشت میکنم، بقیه عسل هم دیگه مال خود زنبورا هستش تا سال آینده. اینم از زنبورداری که الان هست. تا حالا با این آرامش کنار این همه زنبور ننشسته بودم. خدایی زنبورایی که اینجا توی منطقه دیدیم خیلی آرومن و وحشی نیستن و به هر حال نیش نخوردیم، شکر خدا. البته هنوز ازشون فاصله نگرفتیم. ملکه رو دیدم، با ملکه های دیگه خیلی فرق داشت. یعنی ملکه هایی که توی شهرهای دیگه دیده بودم اینجا متفاوت بود ملکهش، اصلا خیلی کشیده تر و سر سیاه و دم زرد رنگ. چنین ملکه‌ای رو جای دیگه ندیده بودم. با توجه به اینکه اکثر شهرهایی که ما رفتیم و زنبورداری رو بهتون معرفی کردیم، ملکه هم بهتون معرفی می‌کردیم. زنبوری که اینجا به هر حال شهد و میمکه از گیاهان دارویی هستش که در کوههای اطراف این منطقه به وفور یافت میشه و به هر حال عسلی که اینجا تهیه میشه عسلی مقوی و خاصیت دارویی داره. هرچند اگه عسل کاملا و 100% طبیعی باشه خودش جزء مواد غذایی دارویی محسوب میشه. خب این هم از سوژه و گزارش امروز. فردا قسمت پایانی برنامه همسفر از بخش دیلمان و آسیابر رو تقدیم نگاه مهربانتون خواهیم کرد. همراه همسفر ما باشین. 3085 رو فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از این طریق ما رو مطلع کنین. همینطور میتونید به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا، خدا نگهدار.